سالهاست غذای ماهی را فقط با استفاده از ماهی و روغن ماهی درست می کنیم. این روش در دراز مدت روش پایداری برای محیط نیست. قبلا در پرورش ماهی، ماهی های بزرگ از باقی مانده ماهی های کوچک تغذیه می شدند. ولی از آنجایی که منابع اقیانوس محدود است، فرمول جدیدی برای ساخت غذای ماهی در نروژ ایجاد شد. غذای جدید مانند قبلی است و همان شکل. اکثر خصوصیات غذای اصلی را دارد، ولی از زمانی که بخش بزرگی از ماهی را از آن حذف کردیم، مواد خام متنوع دیگری مانند گلوتن گندم، عصاره پروتئین سویا، انواع نخود و لوبیا به آن اضافه کردیم تا مشخصات مواد مغذی را که خوراک ماهی داشت دارا باشد. این غذای جدید ماهی در چارچوب یک طرح اروپایی تهیه شد. دانشمندان آن را بر روی ماهی آزاد، قزل‌آلا و کپور آزمایش کردند. غذا کاملا گیاهی نیست و هنوز 10% آن را ماهی تشکیل می‌دهد. و اما کیفیت غذای جدید چگونه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؟ ابتدا قابل حذف بودن آن را با افزودن آن به غذاهای تجربی به همراه شناساگر خونسا مورد ارزیابی قرار می دهیم. بنابراین می توانیم دقیقا مقدار باقی مانده پس از حذف را محاسبه کنیم و اینکه چه مقدار برای ماهی قابل دسترس است. به این ترتیب می توانیم با یک آزمایش رشد تأثیرات مواد خام در رشد ماهی را تشخیص دهیم. آزمایش ها نشان داد که رشد ماهی خوب بوده است و مزه خوبی هم دارد. به همین دلیل میزان تولید خوراک ماهی پایدار در این کارخانه افزایش پیدا کرد. آزمایش های بسیاری انجام و به کشاورزان نشان دادیم که این خوراک خوبی است و نتیجه خوبی دارد و باعث بالا رفتن کیفیت ماهی می شود. از نظر اقتصادی هم پتانسیل خوبی دارد. آنها همچنین شاهد امکان رشد و پایدار بودن آن بودند، چون این روش پایدار انجام آن است.